به نام خدا خانش کتاب انسان در جستجوی معنا از کانال ماتیو قسمت نهم من یک بار شاهد اثبات تجربی پیوند نزدیک بین از دست دادن امید به آینده و خطر تسلیم شدن به سرنوشت بودم. یک روز فه، سرپرست ارشد بلوک من که موسیقیدان و نویسنده نسبتا مشهور اشعار اپرا بود با من درد دل میکرد. دکتر، میخواهم چیزی را به شما بگویم. من خواب عجیبی دیدم. صدایی به من گفت که می توانم چیزی را آرزو کنم که کافی است بگویم چه می خواهم و به همه درخواست هایم پاسخ داده خواهد شد فکر می کنی چه پرسیدم پرسیدم کی جنگ برای من تمام می شود متوجه منظورم می شوی دکتر برای من میخواستم بدانم که کی ما اردوگاه ما آزاد خواهد شد و رنج و مصیبت ما پایان می یابد پرسیدم و تو کی این خواب را دیدی؟ پاسخ داد در فوریه یه سال 1945 حالا اوایل مارس بود و آن صدا چه پاسخی داد؟ او یواشکی در گوشم زمزمه کرد سیوم مارس زمانی که فه در مورد رویایش با من صحبت کرد هنوز هم خیلی امیدوار بود و متقاعد شده بود که صدای رویایش درست از کار در می آید. اما روز موعود نزدیکتر شد و با در نظر گرفتن اخبار جنگ که به اردوگاه می رسید، آزادی ما در روز معود و عید به نظر می رسید. در روز 29 مارس، ف ناگهان بیمار شد و تب شدیدی داشت. روز 3 مارس، روزی که پیشگویی به او گفته بود که جنگ و رنج و عذاب برای او تمام می شود، هزیانی شد و به حالت اغما فرو رفت. در روز 31 مارس فوت کرد. همه شواهد ظاهری نشان میداد که از تیفوس مرده است. آنهایی که از ارتباط نزدیک بین حالت روحی فرد مانند داشتن یا نداشتن امید و شجاعت و مسئولیت بدن او آگاهند، درک خواهند کرد که از دست دادن ناگهانی امید و شجاعت میتواند چه تأثیر مرگباری داشته باشد. علت واقعی مرگ دوست من این بود که ما در روز موعود آزاد نشدیم و او به شدت معیوز شد. این یس ناگهان مقاومت بدن او را در برابر افونت نهفته تیفوس پایین آورد. ایمان به آینده و اشتیاق او به زندگی از کار افتاد و بدن او قربانی بیماری شد و در نهایت صدای رویای او درست از کار درآمد. مشاهدات یک مورد و نتیجه گیری که از آن به دست آمد با چیزی که دکتر ارشد اردوگاه توجه هم را به آن جلب کرد مطابقت دارد. میزان مرگ و میر در هفته بین کریسمس سال 1944 و روز سال نو 1945 از دوره های مشابه سالهای پیش بیشتر بود. به عقیده او توجیه این افزایش به شرایط کاری سختتر یا کاسته شدن از مواد غذایی یا بدتر شدن شرایط آب و هوا یا شروع بیماری های واگیردار جدید مربوط نمیشد. دلیل آن به سادگی این بود که اکثر زندانیان با این امید واهی زندگی می کردن که کریسمس دوباره به خانه های خودشان برمیگردند. هر چه زمان نزدیکتر میشد و هیچ خبر امیدبخشی نمی رسید، زندانیان شجاعت خودشان را بیشتر از دست میدادند و یأس و ناامیدی بر آنها غلبه میکرد. این وضعیت تأثیر خطرناکی روی توان آنها برای مبارزه با بیماری داشت و تعداد زیادی از آنها از بین رفتند. همانطور که قبلا اشاره شد، در اردوگاه هر گونه تلاش برای برگرداندن قدرت درونی فرد باید اول موفق میشد هدفی را در آینده به او نشان دهد. گفتار نیچه که کسی که میداند چرا زنده است تقریبا میتواند هر چگونه را تحمل کند در رابطه با زندانیها این جمله میتواند شعاری در راستای رواندرمانی و تسکیه و پالایش روحی باشد هر زمان که فرصتی برای این کار پیش می آمد، فرد باید یک چرا یک هدف برای زندگی به آنها بدهد تا به آنها دلگرمی ببخشد و آنها را آماده کند تا بتوانند چگونگی موجودیت خود را تحمل کند وای به حال کسی که هیچ مفهومی برای زندگی خود متصور نبود. نه هدفی، نه ارادهی و در نتیجه نه دلیلی برای ادامه حیات. این گونه افراد خیلی زود راه خود را گم می کردند. جواب معمولی اینگونه افراد که در رد همه دلایلی که سعی می کرد به آنها دلگرمی بدهد این بود. من دیگر هیچ چیز از زندگی انتظار ندارم. چه پاسخی میشد به این حرف داد چیزی که واقعا نیاز بود یک تغییر اساسی در روی کرد و رفتار به زندگی بود ما باید خودمان یاد می گرفتیم و فراتر از آن ما باید این روی کرد را به افراد معیوس می آمخدیم. این حقیقت که واقعا مهم نیست که ما از زندگی چه انتظاری داریم بلکه زندگی از ما چه انتظاری دارد ما احتیاج داشتیم پرسشمان را درباره معنای زندگی متوقف کنیم و در عوض در مورد خودمان به عنوان کسانی یاد کنیم که هر ساعت و هر روز زندگی از آنها سوال می کند. پاسخ ما تنها نباید به حرف زدن و مراقب محدود شود بلکه باید در برگیرنده رفتار و کرداری درست باشد. در نهایت معنای زندگی پذیرفتن مسئولیت برای پیدا کردن پاسخهای مناسب به مشکلات آن است و به انجام رساندن وظیفه‌ای که زندگی دائما برای هر فرد تعیین می کند. این وظایف و در نتیجه معنای زندگی برای هر فرد متفاوت است و از هر لحظه تا لحظه دیگر تغییر می کند. بنابراین غیر ممکن است معنای زندگی را به صورت کلی تعریف کرد. پرسش ها در مورد معنای زندگی را هرگز نمی توان با بیانیه های فراگیر پاسخ داد. زندگی به معنای چیزی مبهم نیست، بلکه پدیده واقعی و حقیقی است. همونگونه که وظایف زندگی هم خیلی واقعی هستند. آنها سرنوشت انسان را تشکیل می دهند و برای هر فرد متفاوت و منحصر به فرد است. هیچ فرد و هیچ سرنوشتی را نمیتوان با فرد یا سرنوشت دیگری مقایسه کرد. هیچ وضعیتی تکرار نمی شود و هر وضعیت واکنش متفاوتی را می تنبن. گاه اوقات وضعیتی پیش می آید که فرد نیاز دارد سرنوشت خود را با کنش های سازنده شکل بدهد. زمانی دیگر برای او مناسب تر است تا از یک فرصت برای تعمل و تفکر استفاده کند و از این طریق از امکانات خود استفاده کند. بعضی وقتها برای فرد ضروری است تا تقدیر خود را بپذیرد و صلیب خود را بر دوش بکشد. هر موقعیتی با یگانگی خود متمایز می شود و هر موقعیت فقط یک جواب درست برای حل مشکل دارد. وقتی یک فرد متوجه می شود که رنج بردن جزئی از سرنوشت اوست، باید بپذیرد که تحمل رنج و مصیبت وظیفه اوست. وظیفه یگانه و منحصر به فرد او باید به این حقیقت اعتراف کند که حتی در این رنج بردن در جهان تنها و منحصر به فرد است هیچ کس نمیتواند رنجهای او را تسکین بدهد و هیچکس نمیتواند متحمل رنجهای او شود فرصت بیمانند او در روشی که این آلام را تحمل می کند نهفته است برای ما زندانیان این افکار تخیلاتی نبودند که خیلی از واقعیت دور باشند. اینها تنها افکاری بودند که می توانستند به ما کمک کنند. آنها ما را از یأس و فروماندگی محفوظ نگه می داشتند. حتی در لحظاتی که به نظر می آمد ما هیچ شانسی برای زنده بیرون آمدن از آنجا نداریم. از مرحله ای که ما درباره معنای زندگی پرسش می کردیم، زمان زیادی گذشته بود. از مرحله جستار ساده اندیشانه که معنای زندگی را هدفی می داند که با کنشی خلاقانه برای ساختن چیزی ارزشمند به آن می رسیم. برای ما معنای زندگی چرخه های تر زندگی و مرگ را در بر می گرفت. رنج کشیدن و مردن. از زمانی که معنای رنج کشیدن برایمان روشن شد، ما کوچک شمردن و تقلیل مصیبت‌های اردوگاه را نپذیرفتیم و این رنج را نادیده نگرفتیم و به خیال واهی پناه نبردیم و خودمان را با خوشبینی مصنوعی سرگرم نکردیم. رنج کشیدن وظیفه شده بود که ما نمیخواستیم به آن پشت کنیم. ما متوجه فرصت های نهفته آن برای موفقیت شده بودیم. فرصت که باعث شد ریلکه ی شاعر بنویسد تا به پایان رساندن درد و رنج چقدر مانده است. ریلکه در مورد به پایان رساندن درد و رنج همان گونه صحبت می کند که دیگران از تمام شدن کار حرف می برای ما مسیبت های زیادی بود که به پایان برسانیم. در نتیجه لازم بود که با حد اکثر درد و رنج روبرو شویم و سعی کنیم ضعف و عشقهای پنهانی را به حداقل برسانیم. اما نیازی نبود که از اشکهای خود شرمنده باشیم. چرا که اشکها شاهد این حقیقت بودند که انسان بزرگترین شجاعت را دارد. شجاعت رنج کشیدن را. تنها عده معدودی از افراد متوجه این حقیقت شدند. گاهی اوقات بعضی افراد با حالتی خجالت زده اعتراف می کردند که گریه کردند. مانند آن رفیقی که وقتی از او پرسیدم چگونه بر تورم بدن خود فائق آمده پاسخ داد با اشک ریختن آن را از بدنم دفع کردم شروع حساس و آرام روانکاوی یا بهداشت روانی اگر امکان آن در اردوگاه فراهم می‌شد یا ماهیتی فردی داشت یا دست جمعی غالبا اقدام به روانکاوی انفرادی تلاشی بود برای روندی برای نجات زندگی این تلاش ها معمولا در رابطه با جلوگیری از خودکشی انجام می گرفت. در اردوگاه یک دستورالعمل سفت و سخت هر گونه تلاش برای نجات جان فردی را که به خودکشی دست میزد ممنوع می کرد. برای مثال پایین آوردن فردی که سعی می کرد خودش را دار بزند ممنوع بود. بنابراین جلوگیری از این اقدام ها قبل از وقوع خیلی اهمیت داشت. من دو مورد اقدام به خودکشی را به خاطر می‌آورم که های زیادی با هم داشتند. هر دو مرد از قصدشان برای خودکشی صحبت کرده بودند. هر دو منطق معمول را به کار می بردند که آنها دیگر هیچ انتظاری از زندگی ندارند. در هر دو مورد مسئله این بود که به آنها فهمانده شود که هنوز هم زندگی از آنها انتظاراتی دارد که آینده از آنها چشم داشتی دارد. در حقیقت ما متوجه شدیم که یکی از آنها دارای فرزندی بود که او را خیلی دوست داشت و در یک کشور خارجی منتظرش بود. برای فرد دیگر چیزی در انتظار او بود، نه یک شخص. این مرد یک دانشمند بود که کتابهای زیادی نوشته بود که نیاز به کامل شدن داشتند. کار او نمی توانست توسط فرد دیگری انجام گیرد. همان گونه که شخص دیگری هرگز نمی توانست عشق پدرانه ی مرد دیگر را جایگزین کند این منحصر به فرد بودن و منفرد بودن که هر نفر را متمایز می کند و به هستی او معنا می بخشد به همان اندازه به کار خلاق مربوط می شود که به عشق انسانی وقتی غیر ممکن بودن جایگزینی یک فرد پذیرفته شود فرصت داده می شود تا مسئولیت فرد در قبال زندگی و ادامه آن با همه شکوه و جلالش نمایان شود. فردی که از مسئولیت خود در قبال انسان دیگری که مشتاقانه در انتظار اوست آگاه می شود یا شخصی که یک کار ناتمام برای به انجام رساندن دارد هرگز نمی تواند از زندگی دست بکشد. او چرای زندگی خود را می داند و می تواند تقریبا با هر چگونه ای کنار بیاید. طبیعتا در اردوگاه فرصت برای رواندرمانی درمانی جمعی محدود بود. الگوی مناسب از هر کلامی موثرتر بود. یک سرپرست ارشد اردوگاه که خیلی طرف مسئولان را نمی گرفت، تنها با رفتار عادلانه و تشویق کنندهش هزاران فرصت داشت تا بر افراد تحت اختیار خود تأثیر اخلاقی به مراتب گسترده تری داشته باشد. نفوذ آنی رفتار افراد همیشه تأثیر گذارتر از کلمات است. اما گاهی اوقات، وقتی توان درک ذهنی توسط عوامل خارجی تشدید می شد، صحبت کردن هم مؤثر بود. من رویدادی را به یاد می آورم که رواندرمانی روی تمام زندانیان یک کلبه را می طلبید. چون توان درک ذهنیشان به وسیله وضعیت بیرونی خاصی تشدید شده بود. روز بدی را پشت سر گذاشته بودیم. هنگام رژه اعلام شده بود که از این به بعد خیلی از اقدامات خرابکاری محسوب می شود و بنابراین جزای آن مرگ به وسیله تناب دار بود که بلا فاصل اعمال می شد. از جمله این جرائم بریدن نوارهای باریک و کوچک از پتوهای کهنهمان که برای پیچیدن به دور ساق پاهایمان استفاده میشد و دزدی های خیلی کوچکی بودند. چند روز پیش از آن، یک زندانی که از شدت گرسنگی نزدیک به مرگ بود، به انبار سیب زمینی دست برد زده بود. دزدی او بر شده بود و بعضی زندانیان دزد را شناسایی کرده بودند. وقتی مقامات اردوگاه از این قضیه مطلع شدند، دستور دادند که مرد گناهکار به آنها تحویل داده شود. وگرنه تمام اردوگاه برای یک روز از غذا محروم خواهد شد. طبیعتا 2500 زندانی ترجیح دادند گرسنگی بکشند. غروب روزی که گرسنگی میکشیدیم با روحیه ضعیف روی زمین گلی کلبه دراز کشیدیم. افراد به ندرت حرف می زدند و اگر کلمه ای گفته میشد باعث از کوره در رفتن بقیه می شود. بعد برای اینکه وضع از آن هم بدتر شود چراغها خاموش شد. روحیه افراد به پایین ترین درجه سقوط کرد. اما سرپرست ارشد بلوک ما مرد عاقلی بود. او فلبداهه بحثی را در مورد اینکه در آن لحظه به چه فکر می کنیم آغاز کرد. او در مورد رفقای زیادی که در چند روز گذشته چه به علت بیماری و چه با خودکشی از بین رفته بودند صحبت کرد. او همچنین اشاره کرد که دلیل واقعی مرگشان ممکن است چه بوده باشد. از دست دادن امید. او بر این عقیده بود که باید راهی پیدا کرد تا بتوان از رسیدن قربانیان محتمل آینده به این حالت بحرانی جلوگیری شود و به من اشاره کرد تا وظیفه ارشاد را به عهده بگیرم. خدا شاهد است که من در حال و هوایی نبودم که توضیحات روانشناسانه بدهم یا برای آنها موعظه کنم یا برای بهبود روحیه رفقایم راهکار یا دارویی تجویز کنم. من گرسنه بودم و سردم بود. کش خلق و خسته بودم. اما باید سعی خودم را می کردم و از این فرصت استفاده می کردم. بالا بردن روحیه بیش از هر زمان دیگری لازم بود. بنابراین با پیش پا افتاده ترین سخنانی که می توانست به آنها آرامش بدهد شروع کردم. گفتم، حتی در ششمین زمستان جنگ جهانی دوم در اروپا اوضاع ما به آن بدی که فکر میکنیم نیست. گفتم هر یک از ما باید از خودش بپرسد کتاب حال چه چیز غیر قابل جایگزینی را از دست داده است. به آنها گفتم که فکر می کنم این خسران برای خیلی از آنها واقعا ناچیز بوده است. هر کس که هنوز زنده بود دلیلی برای امیدواری داشت. تندرستی، خانواده، شادمانی، قابلیت های حرفه‌ای، ثروت، موقعیت اجتماعی، همه اینها چیزهایی بودند که میشد دوباره به دست آورد یا برگرداند. گذشته از این، هنوز هم جسم بدون عیب و نقصی داریم. هر آنچه بر ما گذشته میتواند تواند سرمایه‌ای برای آینده ما باشد و من از نیچه نقل قول کردم. چیزی که مرا نکشد، مرا قوی تر می کند. بعد درباره آینده حرف زدم. گفتم برای افرادی که منصفانه به اوضاع مینگرند آینده باید ناامید کننده به نظر برسد. با کسانی هم که حدس می زدند، شانس نجات و رهایی چقدر کم است، هم عقیده بودم. به آنها گفتم، اگرچه هنوز تیفوس در اردوگاه همه گیر نشده، ولی حدس می زنم که شانس خود من برای مبتلا نشدن یک به بیست است. ولی به آنها گفتم که علا رقم همه اینها من خیال نداشتم امیدم را از دست بدهم و تسلیم شوم چون هیچ کس نمی داند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. یک ساعت بعد که به جای خود. حتی اگر نتوانیم در چند روز آینده توقع رخدادهای نظامی خیره کننده ای داشته باشیم با تجربه ای که از زندگی در اردوگاه داریم چه کسی بهتر از ما می داند که گاهی اوقات شانس های بزرگ حداقل به صورت فردی خیلی ناگهان پیش می آین. برای مثال ممکن است یک نفر به گروهی که شرایط کاریشان به صورتی استثنایی خوب است بپیوندد چون این چیزی بود که برای زندانی حکم خوششانسی را داشت اما من تنها درباره آینده و نقابی که روی آن کشیده شده بود حرف نزدم به گذشته نیز اشاره کردم همه شادیهایش و اینکه روشناییش حتی بر تاریکی زمان حال میتابد برای اینکه صحبتهایم شبیه موعظه نباشد دوباره از شاعری نقل قول کردم که نوشته چیزی را که شما تجربه کرده اید هیچ قدرتی در روی زمین نمیتواند از شما بگیرد نه تنها تجربه های ما بلکه هر کاری که کرده ایم هر گونه افکار بزرگی که ممکن است داشته بودیم و همه رنج و عذابی که متحمل شده ایم، همه چیزهایی را که به وجود آورده ایم، اگرچه همه اینها در گذشته بوده، ولی از بین نرفته است. بودن در گذشته هم نوعی بودن است و شاید مطمئن ترین نوع آن. بعد در مورد فرصتهای زیادی برای منابخشیدن به زندگی حرف زدم. به رفقایم که بی حرکت دراز کشیده بودند، اگرچه هر از گاهی صدای آه کشیدن شنیده می شود. گفتم که زندگی بشر در هر گونه شرایطی هرگز بدون معنا نیست و این معنای نامحدود زندگی شامل تحمل درد، مرگ و محرومیت نیز می شود. من از مردان بیچارهی که در تاریکی کلبه به دقت به حرفهایم گوش می کردند، خواستم تا با وضعیت خطیری که در آن به سر می بردیم مقابله کنند. آنها باید شهامتشان را حفظ می کردند. با اطمینان به اینکه مبارزه ناامیدانه ما از سربلندی و معنای آن نمی کاست. گفتم در لحظه های دشوار یک نفر به فکر هر یک از ماست. یک دوست، یک همسر، یک نفر زنده یا مرده یا یک خدا و او انتظار ندارد که معیوسش کنیم. او امیدوار است ببیند ما با افتخار رنج میکشیم و نه با نکبت و حقارت که میدانیم چگونه بمیریم و دست آخر از فداکاری خودمان صحبت کردم که در هر مورد با معنا بود در دنیای عادی دنیای موفقیت های مادی این از مشخصه های فداکاری بود که به نظر بیهوده بیاید اما در حقیقت فداکاری ما معنادار بود روک و بی پرده گفتم آن عده از ما که باورهای مذهبی داشتند این را بدون هیچ مشکلی درک می کنند. من درباره رفیقی گفتم که در لحظه ورودش به اردوگاه سعی کرده بود پیمانی با پروردگار ببندد. اینکه مصیبت ها و مرگش نوع بشری را که دوست می داشت از فرجامی دردناک محفوظ بدارد. برای این مرد تحمل مصیبت و مرگ با معنا بود. فداکاری او مفهوم عمیقی داشت. او نمیخواست بی سمر بمیرد. هیچ از ما نمیخواهیم بیهوده بمیریم. هدف صحبتهای من این بود که معنای تمام و کمالی برای زندگیمان بیابیم. همانجا و همان زمان، در همان کلبه و در همان وضعیت که عملا ناامید کننده بود. متوجه شدم که تلاش من موفقیت آمیز بوده است. وقتی چراغ دوباره روشن شد، پیکرهای نحیف رفقایم را دیدم که لنگان لنگان و با چشمان اشکالود به طرفم میآیند تا از من تشکر کنند. اما همینجا باید اعتراف کنم که من به ندرت این قدرت درونی را داشتم تا با رفقای همدردم پیوندی برقرار کنم و به همین دلیل احتمالا فرصتهای زیادی را از دست داده بودم. حالا ما به مرحله سوم واکنش روحی روانی زندانی می رسیم. روانشناسی زندانی بعد از آزادی. اما قبل از پرداختن به این مطلب باید سؤالی را مطرح کنیم که مرتبا از روانشناسان پرسیده می شود. مخصوصا اگر او شخصا دانشی در این موارد داشته باشد. درباره شخصیت روانی زندانبانان اردوگاه چه می توانید به ما بگویید؟ چگونه ممکن است مردی که از گوشت و پوست و استخوان ساخته شده با بقیه آنطور که زندانیان گفتهاند تا این حد بدرفتاری کند؟ آدم ناچار می شود این سوال را بپرسد چون یک بار در این مورد چیزهایی شنیدم و به این باور رسیدم که این چیزها اتفاق افتاده. از منظر روانشناسی این رفتارها چگونه می توانند اتفاق بیفتند؟ برای پاسخ به این پرسش بدون اینکه به جزئیات بپردازم باید چند نکته را متذکر شوم اول در بین نگهبانان تعدادی دیگر آزار وجود داشتند مردم آزار به معنای واقعی و کلینیکی کلمه دوم وقتی به عدهای نگهبان واقعا سختگیر نیاز بود این سادیسمیها انتخاب می شدند در محل کار وقتی بعد از دو ساعت کار در سرمایه طاقت فرسا اجازه داشتیم خودمان را جلوی اجاقی از شاخه ها و قطعات چوب گرم کنیم، خیلی خوشحال می شدیم. اما همیشه سرکارگرهایی پیدا می شدند که از محروم کردن ما از این دلخوشی لذت می بردند. این لذت را نه تنها وقتی ما را از ایستادن جلوی منقل باز می داشتند بلکه وقتی منقل گرم و لذت بخش را روی برف ها برمیگرداندند میشد به روشنی در چهره هایشان دید. وقتی یک معمور SS از کسی بدش می آمد، همیشه در بین هم هایش فرد به خصوصی بود که علاقه وافر و تخصص بالایی در شکنجه داشت و این زندانی بیچاره به او تحویل داده میشد. سوم در اثر مشاهده خشونتی که برای چندین سال و به صورتی فزاینده در اردوگاه به کار می رفت، عواطف اکثر نگهبانان کمرنگ شده بود. این افراد که از نظر اخلاقی و ذهنی حساسیت خود را از دست داده بودند، حداقل خودشان به صورت فعال در این گونه شکنجه ها شرکت نمی کردند. اما از انجام این کار توسط دیگران هم جلوگیری نمی کردند. چهارم، باید این نکته هم ذکر شود که حتی در بین نگهبانان ادهی بودند که دلشان به حال ما میسوخت. من تنها به فرمانده اردوگاهی که از آن رهایی یافتم اشاره می کنم. بعد از آزادسازی اردوگاه معلوم شد که این مرد برای خرید دارو برای زندانیان از نزدیکترین شهر پول نچندان کمی از جیب خود می پرداخته است. پیش از آن تنها دکتر اردوگاه که خود یکی از زندانی ها بود این را می دانست. اما سرپرست ارشد اردوگاه که خود یک زندانی بود خشنتر از همه معموران اس اس بود. او به هر بحانه و در هر فرصتی زندانیان دیگر را کتک می زد. در صورتی که تا آنجا که من می دانم، فرمانده اردوگاه هرگز دست خود را روی ما بلند نکرد. معلوم است که صرفاً آگاهی از این که مردی یک نگهبان اردوگاه یا یک زندانی است تقریبا هیچ چیز را روشن نمی کند. انسان را می توان در همه گروه ها پیدا کرد. حتی آن دسته از مردم که می شود به سادگی محکوم کرد. گروه نکات مشترکی داشتند و ما نباید با ساده کردن مسائل بگوییم که این افراد فرشته بودند و آن دیگران شیطان. مسلم است که برای یک نگهبان یا سرکارگر دستاورد قابل اعتنایی بود که علا رقم تمام تأثیرات اردوگاه با زندانی ها مهربان باشد. از طرف دیگر فرومایگی یک زندانی که با همبندان خود بدرفتاری می کرد بدون استثنا قابل نکوهش بود. معلوم است که زندانی ها از بیشخصیتی این افراد آزرده میشدند در عین حال با کوچکترین محبتی که از هر یک از نگهبانان می دیدند به شدت تحت تأثیر قرار می گرفتند. یادم میآید که یک روز یک سرکارگر مخفیانه تک نانی به من داد که مطمئن بودم از جیره صبحانه اش صرف جویی کرده است. در آن موقع خیلی بیشتر از یک تک نان بود که اشک مرا درآورد. این چیزی انسانی هم بود که این مرد به من داد. کلام و نگاهی که همراه هدیه اش بود. از همه اینها می توانیم نتیجه بگیریم که در این دنیا دو تبار انسان وجود دارد. فقط دو نژاد نژاد انسان شایسته و نجیب و نژاد انسان نانجیب و بینزاکت هر دو نژاد در همه جا پیدا می شوند. آنها به درون همه گروه های اجتماعی نفوذ می کنند. هیچ گروهی تنها از افراد نجیب یا نانجیب تشکیل نمی شود. از این دیدگاه هیچ گروهی نژاد خالص نیست و بنابراین هر از گاهی مرد نجیبی در میان نگاهبانان اردوگاه پیدا می شد. زندگی در اردوگاه روح انسان را می شکافت و عمق آن را آشکار می کرد. پس آیا جای تعجب است که ما در آن اعماق دوباره فقط صفات انسانی را پیدا می کردیم که بنابر طبیعتشان مخلوطی از خوبی و بدی بودند؟ شکافی که نیکو و بد را از هم متمایز می کند. و همه نوع بشر را در بر میگیرد به پایین ترین اعماق می رسد و قابل رویت می شود حتی در انتهای مقاکی که توسط اردوگاه کار اجباری ایجاد شده است پایان قسمت نهم